سلام خدمت همگی. فیلم چندم جان همین تا من حرف بزنم بیان دیگه. فیلم چهارم سیزن سیداکشنه و فیلم شیم سال 2011. فیلم اول درایو هم 2011 بود. بعد شوکران و فیلم هفته گذشته هر جفتشون 2002 بود. دوباره 9 سال از اومدیم جلو تو زمان. فیلم امشب فیلم شوکران، فیلم شیمه که من از ساخته استیو مک‌کوئین تو لیست اولیه من نبود، ولی وقتی که تو جلسه پروپوزال به من خشایار گفتش که میشه انتقادهای مختلفی کرد، مثلا پروپوزال، مثلا اینکه داشت صحبت کرد که مثلا چرا کارگردان زن توش نداریم، چرا کارگردان سیاه‌پوست نداریم، فلان، مثلا یه فیلمی مثل شیم که کارگردانش استیو مک‌کوئین، کارگردان سیاه‌پوست بریتانیاییه، مثلا گفتش میتونست این تو پروپوزال باشه، میتونست، ولی خب فیلمایی که انتخاب کردیم فیلمای خوبیه. بعد اون که اونو گفت به نظر من که خب چرا نه، مثلا یکی دو تا فیلم اگه یادتون باشه شک داشتیم و می‌خواستم جابجا کنم، گفتم خب فیلم شیم خیلی فیلم خوبیه، اتفاقا هم می‌خوره. باز فیلمایی بود که بچه‌ها پروپوز دادن که توی لیست باشه، خب من دیده بودم، به نظر من به اون هدفی که تو فصل داشتم می‌خوره. واسه همین این فیلمو امشب می‌بینیم. یک شباهت دیگه هم با فیلم هفته پیش داره. فیلم هفته پیش اگه یادتون باشه من یه وارنینگ قبلش دادم و اینکه فیلم یه مقدار خشنیه. این فیلم خوشبختانه از این لحاظ که شاید مشتری پرمون باشه خوشونت، بعضی وقتا آدم ها دوست دارن فیلم اینطوری ببینن، فیلم سخت رو ببینن، از این لحاظ خوشبختانه مشکل نداره، فیلم خشنی نیست، صحنه‌های خشنی نداره. ولی با وجود اینکه باز دوباره به این لحاظ که معمولا مرسومه که وارنینگ میدن قبل از فیلم، به لحاظ اون رتبه بندی های کلاسیک سینما، فیلمیه که به لحاظ صحنه های جنسی و صحنه های اوریانی و اینا که داره و عمل جنسی و اینا که داره با اون نرم هالیوود خیلی رتبه بالایی داره. ولی اتفاقا یه جوری همینجا هم میشه پلی زد به سیزن ما. با وجود این شاید بتونم بگم اصلا فیلم سیداکتیوی نیست، تأثیری که رو آدینس بذاره اروز نمیکنه تماشاچی رو. فیلم شاید اگه بخوام اکستریم نگاه بکنیم، نه تنها فیلم پورن نیست، بلکه حتی به نظر من، حالا میشه بعدا صحبت بکنیم، یه جوری ضد اون جای قرار میگیره که پورن هست. به این لحاظ دیدنش سخته. باز حالا این وارنینگ و اون توضیحی که من میخواستم راجع به این فیلم قبلش بدم. ولی باید یه چیزی که تو این سه جلسه قبلی راجبش صحبت کردم ولی توی بحثا نشنیدیم و زیاد راجبش صحبت نکردیم و میخوام دوباره تکرار کنم و مربوط به همین فیلم، اون این هستش که اون رشته‌ای که این سیزن رو به هم ربط میده، فیلماشو به هم ربط میده، این هستش که ما سیداکشن رو در سه سطح ببینیم. سطح اول این هستش که در خود داستان اون کاراکترها در مورد این فیلم خاص، ما دو تا کاراکتر اصلی ها، شاید دو تا کاراکتر اصلی داریم، اون کاراکترها چطوری با هم با عنصر سیداکشن به هم مربوط میشن، چجوری هم رو سیدوس میکنن در چهارچوب روایت داستان. نکته دوم، پس این یه چیزی هستش که به نظر من کشفش آسونه، در هر فیلمی میتونیم بگیم این اکسپریمنت، این آزمایش رو میشه کرد. تو یه سری فیلم‌ها بهتر جواب میده، فیلمایی که من تو این سیزن انتخاب کردم فکر کنم فیلمایی که از این لحاظا خوب جواب میده، فقط تنها نکتهشون همینه. و از این لحاظ میتونیم نگاه بکنیم که چه عنصرهای سیداکتیوی و سیداکشن چه عنصرهایش در خط داستان هست. خب یه لایه به نسبت آسون دیگه که میشه تو فیلم ها گشت، امیدوارم راجع به این هم بتونیم صحبت بکنیم، تأثیرش بر آدینس، تأثیر فیلم بر آدینس، خارجی ترین لایه بر ماها به عنوان منتقد، به عنوان تماشاچی، حالا در هر درجه‌ای که خودمون رو قرار میدیم، چه تأثیری این عنصرهای سیداکتیو چه تأثیری روی ما میذاره. من یه خود راجعش صحبت کردم دیگه، مثلا همون دقیقه حرفایی که زدم، شاید ما هم مخالفت کنید بگید که نه اتفاقا فیلم بسیار روزینگه یا هرچی، به این دلایل ما چه مدارکی دال بر سیداکتیو بودن و اون روی تماشاچی و یا چه گروهی از تماشاچی داریم. این هم یک لایه دیگه از سیداکشنه که میشه بررسی کنیم.
و لایه سوم که وسطه و به نظر من سخت‌ترین لایه شاید باشه این هستش که ما بفهمیم که رابطه کارگردان خالق اثر هنری با داستان، موضوع، کاراکترهاش چی بوده، چه چیزی کارگردان رو سیدوس کرده که اومده یک همچین اثر هنری خلق کرده. این هم به خود به نوبه خودش خیلی به نظر من جالبه. دوستشم این کارو تو جمع انجام بدیم. علتی که پروپوزال آوردم این بود و دوستم راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم. فقط در مورد آخر فیلم این هفته پرزنتر نداریم. من اعلام کرده بودم اگر میخوام پرزنتر داشته باشیم نداریم. و ما یه کاری که یادم چند فصل پیش انجام داده بودیم، دو فصل سه فصل پیش انجام داده بودیم، خواهیم داشت. و اون هستش که یه پنلی خواهیم گذاشت. اگر خب خیلی خطای نظرات مشخص باشه، موافق مخالف بشه، سعی میکنیم یه تعادلی باشه، دوتا موافق دوتا مخالف. این دیگه داوطلب بودن شما رو نشون میده که دیگه چقدر دوست داریم صحبت بکنیم. اگر نباشه هم دیسکاشن های عادی رو میریم. ولی اگر علاقمند باشی یه پنلی خواهیم داشت از 3-4 نفر که بتونن راجع به فیلم صحبت بکنن در زوایای مختلف و با هم یه بحث اینطوری شکل بگیریم که حالا دیگه اجرای اون باشه بعد از فیلم. فقط همین، فقط برای اینکه بتونیم یه همچین کاری بکنیم، چون ما کلاس های یعنی جلسات فیلمی هم که کلاس نیست، ولی برای اینکه ولی کارکرد اصلیش اینه که ما یه جوری پرورش نقد فیلم هم ببینیم، درسته؟ یه همچین کارکرد جانبی هم کنارش داره. برای همچین چیزی به نظر بهترین کاری که میشه کرد و اولین قدم که میشه انجام داد این که اصلا بعضی اونا خودکار قلم دارن، یه خودکار قلم داشته باشیم، خودکار کاغذ داشته باشیم و برای اینکه این شواهدی که ما داریم راجعش بعد از فیلم صحبت میکنیم و با استناد به صحنه ها و نکاتی که کارگردان به ما ارائه میده از لحاظ مدیوم سینما، مدیوم تصویر، از اون شواهد استفاده بکنیم، یا حالا با گوشیتون هر جور راحت هستید که بتونیم بعد تو اون پنل از اینا استفاده بکنیم، هر کسی 4-5 دقیقه بتونه نظرش راجع به فیلم بگه. وگرنه خب هممون میتونیم حرف بزنیم ولی خیلی انتزاعی و بی ربط به فیلم. همین، پس امیدوارم فیلم خوبی باشه و بعد از فیلم در خدمتتون خواهیم بشنید. فیلم هم یک ساعت و چلیه. حالا من فکر کنم که دو جهت بشه این فیلم از نظر خودم مثلا بررسی کرد. یکی از جهت ادیکشنش صحبت کرد. خب مثلا شیم تو ادیکشن، حالا اینجا تو سکس بود، ولی خب این شیم مثلا تو یک کسی که معتاد هم هست می‌بینیم. مثلا لزوما تو جامعه حالا به قول حاصل سرمایه‌داری نیست، ولی مثلا کسی معتاد باشه به قول معروف مادرش هم میگن تو ایران می‌فروشه برای اینکه مون موادش برسه. بنابراین میشه از زاویه اعتیاد بررسی کرد و بدید چقدر اعتیاد بد، حالا اعتیاد ممکنه به هر چی باشه. این یه جنبه شه. یه جنبه دیگه میشه نگاش کرد این قضیه به قول معروف چقدر آدم ها دور افتادن از هم، ارتباطشون ارتباط انسانی کم شده. و این به نظر من دوستم که اینجا بود بکنم بعد شما با جمله به جمله حرفتون موافق بودم. این بیشتر مسئله دنیای پست اینداستریال، مسئله حالا سرمایه‌داری یا کمونیست اینا نیست. بیشتر مسئله که آدم ها ایندیپندنت شدن، یعنی آدم ها به هم وابسته نیستن، هر کی میتونه واسه خودش تنهای سینگل زندگی کنه و تا یه زمانی در زندگی میکنه و احتیاج هم نداره که به کسی دیگه وارد مثلا یه ریلیشنشیپ بشه، چون همه فکر میکنن که مستقلن. و این و در ضمن ابزارهای کامیونیکیشن و این داستان هم باعث شده که آدما توی سیلو خودشون، سایلو خودشون زندگی کنن و هیچ احتیاج پیدا نکنن با بیرون ارتباط برقرار کنن. و این باعث و اینم خب این قضیه رو خیلی بدتر کرده. مثلا نمونهش فیلم هر، اگه فیلم هر بود که مثلا یه آرتفیشال اینتلیجنس بود که شده بود دوست دخترش. و این به نظر من واقعا مشکل پست اینداستریاله. و یه مشکل دیگه هم که به نظر من باعث شده که اتفاقی افتاده که طول عمر آدم ها بیشتر شده. و حالا این من نمیدونم شاید خوبه و شاید نمیدونم شاید بد باشه، چون مثلا الان میگم مثلا خوب من با یه جمعیت خیلی زیادی از آدم های بازنشسته روبرو هستیم که و اینا سالم هست و اینا کارم نمی کنن. خب ولی واقعا جامعه امروزی تجربه نداره چجور مثلا با این آدم ها دیل بکنن، چجور اینا رو مثلا اینگیج بکنه که اینا بتونن از نظر ما آدم های هلسی باشن. خب توی این مدت هم ریلیشنشیپ نداشتن، خب همین افکتشون. به نظر اینا مسئله چلنج های این بشر امروزیه
و پست اینداستری ها من تاکید رو میکنم ربطی حالا به این مدل صرف این نداره فردا بشه مثلا جامعه مثلا از سوشیالیسم اینا خوب سوشیالیسم همین داستانه برای سوشیالیسم هم به نظر من خیلی چیزشون رو همه چیز رو دارن تشویق میکنن که هر کی زندگی خودش رو بکنه و همه هم دنبال هپینس برن همه هم انتایتلند هپینس و این باعث شده که همه مردم انقدر پرفکشنیست بشن توی ارتباطاتشون که دیگه از ارتباط بترسن هیچ ریسک نکنن و همه بخوان یه چیز خیلی بزرگ واسه همین که این میبینیم که جامعه دور افتادن آدم هستن تو ایران اتفاق میفته تو همه جا هست دو دارم خودم پنلیست هم دو دارم خلاصه بگم این به نظرم میشن این از این جنبه با هم بحثش کرد که این چرا آدم هم از هم دور افتادن و احتیاجی به ریلیشنشیپ نمیبینن احتیاج این که با هم مثلا همین قضیه که مثلا الان میبینیم که مثلا شهریه سای گروپ سبتا همین نیویورک ما دیدم که مثلا پول میدیم مردم برن همو پاک بکنن یا مثلا همو ببوسن همو بغل بکنن و پول میدن واسه این کار چرا اتفاق افتاد؟ بخاطر اینکه دیگه کسی کسی رو هاک نمیکنه خب این هاک کردن و این تاش کردن این حرفه نه جز نیاز بشره و اینا اگر این جامعه اتفاقی که افتاده اینقدر آدم ها اندیویژوالیست شدن و اینقدر انتایتل شدن که همه از همه جوری میترسن یه چیز دیگه هم میگم یه چیز دیگه هم که اینجا هست و بازم مشکل اینجاست که همه سیف اسپیس میخوان همه هم مثلا هیچ کی جرأت نمیکنه بهش که دست بزنه چون اگه دست بزنه سریع میشه هراسمنت و همه و هیچ کی جرأت نمیکنه بهش که اپروچ بکنه خب همه اینا باعث شده که اکومولیتیو همه اینا باعث که آدمو بترسن از ارتباط و یه ذره به خودشون میگن ای مثلا 50 سالشون با هیچ کس دیگه نمیتونن رابطه برقرار کنن ولی خب سالم هم هستن و نمیگن در حالت 100 سال هم عمر میکنن و واقعا دپرس نمیگن نه این واقعیت چیه نه واقعیت یعنی به نظر من دیل کردن با آدم های بازنشسته و آدم هایی که چیز میشن واقعا میکنه مشکلات آینده جامعه مدرن میشه و این رفت به سرمایه نداره جامعه هست تو چین هم همینجوره، تو ایران هم همینجوره همین الان همینجوره بله مرسی مرسی یکی مرسی مرسی میخوام یه جمله، یک پنج دقیقه دارم من پنج دقیقه همو کامل میگم چون فکر میکنم که همه ما داریم یه چیزی رو میگیم فقط یه چیزی شد دیساندرستندینگ شده اینجا اینه که فکر میکنیم که طرف در واقع سکس ادیکشن داره یک بیماره نه مسئله اینجاست که ارتباط همه حرفمون دقیقاً اینه چرا این کارگردا نیویورک انتخاب کرده برای اینکه نیویورک به عنوان یک شهر سریع و دقیقاً از نظر سرمایه‌داری مصرف کننده استفادهش یعنی مشخص و شاخصه دقیقاً این فیلم به نظر من تمام نقاطش به هم ارتباط داشته و دقیقاً حتی در مرحله به مرحله من اگه وقت باشه بیشتر می‌تونستم در این مورد صحبت کنم میگفتم مثلا اینجاست که شما که فرمودین که ما اگر اینجوری تصور بکنیم که این آدم بیماره نه ببینید جامعه مصرفی آدم رو بیمار میکنه بدون اینکه شما متوجه باشین همونطور که خیلی از ما ممکن دپرشن داشته باشیم و میریم پلی دکترام من خیلی اینجا تو کانادا دیدم از زمانی که من ایرلند کردم البته من هنوز مطبم تو ایران دارم میرم و برمیگردم میبینم که خیلی اینجا من در واقع داروهای آنتی افسردگی یا آنتی دپرشن مصرف می‌کنم چون چیز روزانه و عادی تلقی میشه در صورتی که ما حجم زیادی از این افسردگی رو در آدم‌ها به صورت‌های مختلف می‌بینیم مسئله اینجاست که چرا این آدم دچار این سکس ادیکشن شده می‌خوام اینو شما رو متوجه بکنم و این کارگردان که تو 2011 در واقع این فیلم رو ساخته یعنی در واقع موزل جدیدی هست که ما باهاش انسان‌های جدید باهاش مواجه شدن ترم روانشناسی باهاش مواجه شده نه اینکه تصور کنیم اگه اینجوری باشه 80% پس آدما دیوونن نه ما مشکلات روانشناختی زیادی در حتی آدما در من و شمایی که اینجوری خیلی به ظاهر سالم هستیم هم ممکنه وجود داشته باشه ولی کما که خودمون متوجه نباشیم و یا بغل دستیمون متوجه نباشیم اختلال رو در ما ولی این در واقع وقتی زیاد بشه در آحاد زیادی از جامعه رو بگیم چون یک ترم بیمارگونه در واقع این اتفاق میفته چرا این اتفاق برای این ادیکشن سکس میفته؟ برای اینکه شما وقتی در دنیای مصرفی همین گجت ها شما رو کلن بدونی که شما به بچه هاتون رو شما نگاه کنید اون زمان مقایسه میکنید پدر مادر بزرگا میومدن برای بچه ها قصه میگفتن باشون کانکت میشدن بالاخره ما پدر مادر رو وقت داشتن وقتی بیشتری رو بچه میگذارن ولی الان بچه‌های ما بیشتر از اینکه از دوران کوچکی بچگی دوران بچگیشون نگاه کنی
با کامپیوترن، با موبایلن. یعنی به تدریج ما انسان ها، آدم ها میرن تو فاز تنهایی. در واقع وقتی که شما به تدریج میرین تو دنیای خصوصی خودتون، نگاه کنین چقدر شما توی تی تی سی آدم ها رو میبینین، همه با یه دستگاه دستشونه، بیان که با بغل دستی صحبت کنن، اون گوشی دستشونه، فورا میگن it's my privacy، پرایوسی من هیچ که نباید توش دخالت کنیم. میخوام بگم که دنیای مصرفی هدیه‌ای که برای ما آورده، بله راحتی آورده، در واقع داستان اینو میخواد بگه، کامفورتبل برای شما آورده، ولی دلیل برای شما شادی نیاورده. در واقع اینه، وقتی که این اتفاق میفته آدم به تدریج میره تو فضای تنهایی خودش قرار میگیره، ما میریم تو فضای مجازی قرار میگیریم و اینقدر این عکسایی که از خودمون میذاریم، در واقع اینو نارسیسم، عکسای قشنگی که میگیریم هی میذاریم توی این مسئله، این نشون دهنده اینه که به تدریج این آدما جدا میشن از دنیای چیزشون، پناه میبرن، حتی در رابطه های چیزشون نمیتونن ارتباط برقرار کنن، میرن چیکار میکنن، میره طرف فیلم پورن میبینه، چون نیاز جنسیشو با دیجو برتا، و بعد به تدریج با دیدن فیلم های پورن این ادیکشن سکس براش به وجود میاد، و این سکس چون پایه عاطفی نداره نمیتونه اینو خوشحال کنه. به همین دلیلی که همه شما و همه ما وقتی این فیلم رو به این شکل دیدیم، قسمت سکسش برای ما تنفرآور بود، به دلیلی که واقعی نبود، فیک بود، و برای اون آدم هم همین اتفاق افتاده، همون خواهر و همون برادر. و اگر اون خواهر رو میدید زجه میزد برای نوع ارتباط، برای اینکه ارتباط رو نمیتونست بگیره، به دلیل چی؟ به دلیل بلایی که به تدریج سرش اومده و این بریده شدن از آدم ها، به خاطر اینکه ما در دنیای واقعی این ارتباط رو نداریم، و بعد چون نداریم و پیدا نمی کنیم، هر کی تو دنیای خودشه، پناه میبریم به دنیای مجازی، اون میره تو پر و ادیکشن. الان واقعیت قضیه، الان مستریبیوشنی که اتفاق افتادی که از بزرگترین دلایلی هستش که پسرای جوانای ما ازدواج، چه پسر چه دختر، ازدواج نمی‌کنن. و الان یک موزلی که داره کش، اصلا خود گاورمنت داره روی این بررسی میکنه و هزینه بسیار زیادی میذاره. چون من در جریانم، دوست داشتم که شما هم این مورد به این مورد آگاهی داشته باشید که بله این اتفاق افتاده و الان مراجعه کننده های این چنین با بزرگترین مشکل روانشناسی مواجهن که خیلیشون مثلا جواب نمیگیرن. این از این جنبه پزشکی بود که من و اون دوستمون هم که فرمودن که ما در ایران هم داریم، بله در ایران رو داریم، عنوان تنوع داریم، طرف زندگی فامیلی خودش رو داره، در واقع به نوعی فیلمای پورن هم میاره که از اون نظر هم در واقع یک جور دیگه ای هنوز اون جریان مال دنیای سرمایه‌داری به اینجا هم رسیده. و اینو نگید که دنیای سرمایه‌داری، دنیای سرمایه‌داری دنیای مصرفه و دنیای مصرف شما رو تشویق می‌کنه به مصرف کننده، مصرف سکس، مصرف آدما. ما همینجا مصرف کننده ایم، ما به عنوان مصرف کننده های دنیای سرمایه‌داری باید برای بقای اونها باشیم. من و شما هستی که اینو مصرفش میکنیم. مرسی. باش من میتونم اینو شما منظور بیمار من بود گفتم؟ نه 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 اگر این طور باشه 80% آدم ها بیمارن، واقعیت قضیه است، ما این مشکلات رو داریم. بعد از پنل سوال رو بجرد کنیم. بعد از پنل در جامعه هم شما نبود کسی میخواد؟ ببینید به نظر من وقتی واژه ها رو مطرح میکنیم، واژه ها مفاهیم خاصی دارن. وقتی الان مطرح میشه واژه سرمایه داری، منظور مناسباتی است که در 300-400 سال شروع به تکوین و آروم آروم به وجود اومده. این واژه مفهوم داره، معنی داره. معنیش اینه که در واقع یک عده ای در واقع مجبورن که در یک مسیری قرار بگیرن که ناخواسته است. این موضوع اصلیه، یعنی اینکه خواسته نیست که یه عده‌ای وقتی که به عنوان مزد بگیر دارن کار میکنن، آیا این مسیری که دارن میرن مسیری است که والنتیر شدن یا اینکه این مسیر داره میبرشون. این خیلی مهمه. و این موضوع هم بعد از انلایتنمنت و بعد از این که اروپا شروع کرد به حرکت کردن در سیستم سرمایه و در سیستم در واقع در مناسبات تولید، در واقع اتفاقی که اینجا میفته اینه که دو جریان مهم مطرح میشه. یه جریان در واقع جریانی است که انقلاب آمریکا نمایندگی شده، یعنی اندیویدوالیسم، من
برای خودم زندگی کنم، در کیته زندگی خودم باشم، و یه جریان دیگه که انقلاب فرانسه عمدتاً نمایندش هست و اون اینه که کمیونیتی چجوری با همدیگه همزیستی بکنه. و در این مسیر خیلی امتحانات هم شده، بسیار از این امتحانات هم اشتباهات اساسی کرده، مشکلات اساسی داشته در رابطه با چه اندیویدوالیسم چه در رابطه با کمیونیتی زندگی کردن. این اشکالات به معنی این نیست که ما تشخیص ندیم که موضوع چیه، چرا و چرا انسان‌ها با این مناسبات دچار الینیشن شدن، مشکلات شدن. تشخیص دادنه که آینده بهتری برای انسان‌ها میتونه ایجاد کنه. هیچ کس نمیگه که جواب داره برای اینکه اگر این موضوع رو میبینه موضوع بهتری میتونه الان تکوین شده ارائه بده، ولی کوشش کردن برای مسیری که بهتر از این باشه به نظر من تنها امیدی است که بشریت میتونه داشته باشه. اینجاست که باید به این توجه کرد. و وقتی هم صحبت از سرمایه داری میشه، صحبت از غرب فقط نیست، تمام دنیا الان دوچار مناسبات سرمایه داره. ایران دوچار اون مناسبات، چین دوچار این مناسبات، تمام دنیا دوچار این مناسباته. و این مناسبات هست که باید زیر میکروسکوپ بره و ببینیم که مشکلش چیه. چرا یک، من الان میخوام زوم کنم صرفا روی این مناسبات بین خواهر و برادر. به نظر من این خیلی مهمه، چون اصل موضوع رو من اینجا میبینم. درسته که سکس ادیکشن رو خواست هایلایت کنه و اونم یک موضوعی است، ولی موضوع اینجاست که چرا یک برادر این نزدیکیش رو به خواهرش از دست میده، چرا اون خواهر اینقدر نیاز به اون برادر داره و چرا این مناسبات اینجور به هم میخوره و از بین میره. برای چی؟ برای اینکه مناسباتی که جامعه ایجاد کرده، مناسباتی که میگه تو باید کانفورم کنی و اگر کانفورم نکنی داغون میشی، و وقتی که کانفورم نمی کنه میبینه نتایجشو، اینجاست که آدم میفهمه که این مناسبات اصلیه. تو حتی اگه شما تو بخش روانشناسیش هم برید که فروید مثلا میگه که از بچگی وقتی که ما یک سری مراحل رو درست نتونیم طی کنیم، در بزرگی هم اون مراحل گرفتارش میشیم، در واقع میبینید که مسائل جامعه هست که تحمیل میکنه که ما اون مراحل رو درست طی کنیم یا درست طی نکنیم. یا اینکه اگر شما از دید مثلا شوپنهاور نگاه کنید که میگه که در واقع ما کلن وقتی که میخواییم زوج خودمون رو پیدا کنیم اصلی ترین مسئله ریپروداکشنه. وقتی این مسئله رو مطرح میکنه، این مسئله وقتی که جامعه میاد سوارش میشه، اینجاست که این میتونه اکستنچویت بکنه، بزرگ بشه یا کمتر عمده بشه. یعنی به نظر من اینجاست که ما باید اصلی ترین، من خیلی خلاصه کنم، اصلی ترین مسئله رو نگاه کنیم و به این معنی نیست که جواب داریم براش، ولی تشخیص دادن قدمی است که میتونیم بریم جلو. حالا این قسمت رو تمام کنیم بعد خشم خشم رو یا من اگه چون من خودی کم جسته گرفته بود اگه من ذهنم پریشونه. یه نکته بگم برای نمونه های ثابت که امروز سال روز همون سشن لنون پارساله. اینه که مرسی برای اون چند تا مشتی که حواله من کردیم حالا میکنم جا اومد، ولی خب بعدی پارسال نبود، هنوز وست خوبه. آره اینکه من یکمی از چه میدونم یکمی از این دفاع بکنم زیبایش رو ناسی این حرف. من که خیلی جاجمنتال نمیخوام نظر اخلاق و روانشناسی رو اینا بدم، یکم سابجکتیو اینکه یه فیلم رو دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم. من چند تا نکته رو فقط بگم که اگه خواستید یه بار دیگه نگاه بکنید مثلا بهش دقت بکنید برای که فرق بکنه، اگر دوست نداشتید که هیچ. اولا مثلا یکی از چیزایی که من چندین بار توی نمونه گفتم اینه که فیلم ها خیلی هاشون 90 دقیقه هستن، ولی 90 دقیقه واقعا پدر آدم در میاد تا اون 90 دقیقه تمام شه. یعنی یه چیزیش میلنگه فیلم، ادیت درست نیست، نمیدونم، فیلم سنگینه، تایمش مهم نیست که میگه 90 دقیقه میگه 85 دقیقه. این دقیقا به نظر من خلافش بود، یعنی کاملا نمیدونم استراکچر یه جوری بود که با
باید میگم سابجکتیو، ولی برای من اونجوری بود که کاملا منو اینوالو نگه داشت. باز یه نکته دیگه که برای من همیشه فیلمو خیلی جالب میکنه این فیلمایی که آخرشون با یه نگاه تموم میشه و کاملا اوپن اندینگ میذاره. این دیگه یکی از نمونه های ایدئالش بود، حتی اینکه مثلا الان در باز میشه این میره بعد این دنبالش میره یا نمیره شما اصلا هیچ ایده‌ای نمیتونستید داشته باشید. یه اوپن اندینگ نگاه خیلی خوب توش داشت. بازی ها اصلا کری مولیگان کانتروورشاله، بعضی ها بازیشو دوست دارن بعضی دوست نه، یا حتی استون دی داره، من دوست دارم بازیشو، همیشه انگار یکم تو هپروته، بعضی مثلا فهم میکنن که مثلا بازیش خوب نیست یا داره فیک بازی میکنه، از نظر من استایلش اینه. یا مثلا مایکل فاسبندر اون همشه تئاتریه دیگه، مایکل فاسبندر تقریبا مثل لارنس اولیویه مدرنه، یعنی مثلا شما یه همچون بازی رو اپریشیت بکنید خب خیلی بازیش میتونه خوب باشه، یعنی کاملا شکسپیری بازی میکنه، ولی باز میگم اینا همش سلیقه‌ایه. یه اشاره به موزیک بکنم، مثلا تمام پیانوهایی که میشنید 4 تا قطعه از باخ روش بود دیگه، باخ میدین مثلا اگه تو کانسرواتوری باشه کلاسیک کار باشه پریسا اینجا دیگه، باخ تقریبا آخر قضیه است، یعنی که حالا شما لیبل اسم باخ رو بدونید ندونید زیاد مهم نیست، ولی اون تاثیر رو روتون گذاشته. و اجراهای باخ توی این 4 قطعه تمام اجراها مال گلن گولد بود، گلن گولد پیانیست کانادایی هم هست اتفاقا، که خیلی پیانیست عجیب غریبه واقعا، یعنی که مثلا باخ رو کی اجرا بکنه خیلی مهمه، یعنی با اینکه حتی قطعه مثلا خیلی آرومی بودن و کلی سکوت داشتن، ولی اینا اجرای گلن گولد بودن، یعنی ممکنه سابکانشستی خیلی تاثیر اساسی روتون گذاشته باشه، این اصلا نکته مهمیه. حتی اصلا شکل پرفورمنس گلن گولد رو اگر سرچ بکنید رو یوتیوب نگاه کنید اصلا عجیب پیانو میزنه، یعنی بعضی وقتا حتی پدال رو وقتی میخواد بزنه یه پاشو میندازه رو اون پاش بعد با اون پا اینجوری پدال مثلا یه رو باخ بزنه، اصلا کاری خیلی دیبیت هست. بعضی میگن شوافه، بعضی میگن نه. آره ولی میگن اصلا کلا پرفورمر عجیبیه. نکته جالبی هست کلا گلن گولد گوش دادن جالبه، اینکه مثلا برداشت تمام باخاش گلن گولد گذاشته خب خیلی جالب. به اضافه که یه هاولین وولف داشت که دوباره توی یه سشن موزیک دیگه ما بود، توی اون تم موزیک توی کدلک ریکوردز یکی از شخصیت های تو ماشه هاولین وولف بود، صدای خشداری داشت، یه قطعه از اون بود، یه کولترین روی فیلم بود، یه چت بیکر بود، دوتا جاز خیلی خوب بود. کلا اصلا این سکانس جزئی خوب هم داشت، همونجایی که کری مولیگان میخوند روی صحنه، خیلی نمیدونم میزانسنش خیلی وودی آلنی بود، اونم حالا یه وودی آلن بعدا خواهیم داشت اونم. آره خب خیلی کلا شیم، آره قضیه جالبیه شیم، اصلا من خود خوشحالم که تو این سیزن خودم بعدا یه فیلم دارم، چون برای خودم همیشه یه کمی کانتروورشال راجع به این قضیه خیلی دیپ بخوام صحبت کنم، کلا الان تو سشن خودم چالش خواهم شد. هنوز 3 ثانیه داریم. من یه چیزی بگم پس. من میخوام از زاویه از یه زاویه دیگه صحبت بکنم. من مثلا خشار فکر میکنم که بحث جامعه و اینا خیلی با توجه به اینکه خیلی رو بود دغدغه اصلی فیلم ساز بود، به نظر من یه رفرنسی فیلم یه رفرنس خیلی جالبی به سینما داشت در ادامه فیلمی که هفته پیش داشتیم و اونجا من توضیح دادم که مسئله ریپ رو طوری با مدیوم سینما گفت که خیلی منتقدانه به سینما نگاه میکرد، نباید اجازه بدم لذت ببری تماشاچی و این سینما این کارو میکنه. اینجا هم به نظر من این قضیه رو داره و یه کتابی هست به اسم The Intimacy in Cinema، من لینکش رو باز مثل اون دفعه میزنم تو فیسبوک، یه قسمتی راجبه یه آرتیکلش اسایی که داره، یکیش راجبه فیلم شیمه و یه مفهومی اونجا صحبت میکنه، من دوستم روی این انگلیسی میخونم و بعد یه جایش تا راجبه فیلم هم حرف بزنم. راجبه یه مفهومی رو میگه تو اینجا خیلی جالبه به اسم لغت اکستیمسی، این برعکس اینتیمسی. یه نفری بود فکر کنم شما اشاره کردید مسئله بیرون و درون، دقیقاً تعریفی که از اکستیمسی توی بحث به عنوان لغت تخصصی که لغت ساخته شده است این هستش که the opposition between inside and outside، حالا توضیح میدم از روی میخونم یه جایش هم افزم. This low-paced melodramic music Harry Scott composed for Shame is in sharp contrast with the rhythm of the images. The spectator, us, cannot watch from a distance
and yet he cannot take part. Neither identification nor empathy can function. The frame works as a kind of a symbolic prison, reminiscent of the movie Hunger that we saw it before. The end of the scene produces all the more unease and sadness, as Brandon is at a complete loss. His emotional isolation eventually gives in when he leaves the place with an unexpected feeling of worry for his sister, his feminine alter ego, that suddenly grows into panic. He then has to go through the experience of complete loss to recover and be able to feel again. As if he were experiencing a sort of a spiritual release. یا آدم یک عدم توانایی برقراری ارتباط یا ایموشن اکسپرس کردن خودش رو که دوستانم گفت از یه آدم می‌بینیم جایی این در واقع میشکنه که خواهرش خودکشی می‌کنه. اونجاست که ما متوجه میشیم که انگار تونست فیل کنه، تونست احساس کنه دوباره. بعد میگه که این شیم برندرز دیزایر فور مور سکچوال سنسیشنز بیکامز his most intimate need in a 24/7 city where everything is constantly available, where city place, cityscapes, glass, night and subway are cold. حالا اگه بشه یه جای دیگه هم مقاله صحبت می‌کنه راجع به نقش این سه تا المان خیلی مهمه. خب هم سابوی داریم، هم شیشه و دیگه چی بود؟ شب. و خب اینجاست که میگم خیلی رفرنس جالبی به سینما داره، به خاطر اینکه شما همه چیز رو از توی شیشه میدیدید، از توی آینه میدیدید، همه چیز رو رفلکشنش رو میدیدید، نه واقعیت. خیلی وقتا سرها خارج از قاب بود برای اینکه متوجه بشید دارید سینما میدید. بدنها قطعه قطعه شده بودن توسط قاب. در اون صحنه که در هتل هست یه تلویزیون بسیار بزرگ اونجا هست. یعنی نشانه‌های بسیار جالبی به سینما داره به این عنوان که کسی که داری فیلم رو می‌بینی، من آگاهم به این که در نهایت این سینماست، نه همونطور که تماشاچی، همونطور که برندن نمیتونه لذت ببره، نمیتونه سنسیشن واقعی رو احساس بکنه قبل از اینکه یه قسمتی از وجودش آلتر ایگوش خودکشی میکنه و یه فدا میشه در واقع، همونطور تو تماشاچی هم نمیتونی واقعا مفهوم حقیقت رو ببینی. تو تماشاچی هم درگیر اون سافرینگی. یه جاش توضیح میده که اون در واقع صحنه تریسامی که دارن، شما در واقع انترپت شدی بین بادی اینها. هیچ وقت هیچ صحنه جنسی نیست، هیچ احساس اروزالی به شما دست نمیده، به خاطر اینکه در واقع شما در دام بدنهای اینها گرفتار شدی و دیگه در نقطه اوجش که فکر کنم ناصر گفتش که در یه بخیلی اشاره کردن که اون چشمها که سافرینگ رو داره میده انگار تا بیشتر از اینکه لذت اوج لذت جنسی باشه. از این لحاظ به نظر من خب این کارش خیلی جالبه که تونسته در واقع اینو به ما بگه که به سینما نقد داره. و فقط اینو اضافه بکنم که به نظر من اصلا این فیلمو نمیشه فرویدی دید. تو فیلم‌های قبلی مثلا من سعی کردم یه همچین دیدی بدم، بخاطر اینکه شما خیلی سخته دیگه نقش پدر و کودک و اینا رو واقعا تو اون سگانه فرویدی نمیشه، ولی خیلی میشه یونگی هم بحث کرد اگه بشه دوباره راجعش بشه بیشتر صحبت کرد، به خاطر اینکه دقیقاً شما تو یونگ بحث اینو دارید که آنیما و آنیموس چطور در واقع که این دوتا برادر و خواهر و تصور جنسی در واقع از هم دیگه، تصور شما از جنس مقابل در بچگی شکل میگیره طبقه یون و شما اولین کسانی که به عنوان جنس مقابل به عنوان یک موضوع سیداکتیو در تصور میکنید و جا میدید در ظرف آنیماتون خواهر و مادرتونه. برای اینجا شما این رابطه عجیبی که بین این دوتا بوده میشه راجبش بیشتر صحبت کرد از زاویه دید یونگ تا فروید.